سلام عزیزان حالتون چطور؟ امیدوارم که عالی باشین یک پدیده ای در کارگاه ها بروز میکنه که اسم نداره و من روش فکر کردم و یه اسمی گذاشتم و اسمشو گذاشتم وادادگی سیستمی تعریف وادادگی سیستمی یعنی چی یعنی اینکه یک فردی که البته تو مدیران بیشتر بروز میکنه یک فردی به عنوان مدیر مدیران اچ میاد منافع تیم رو فدای منافع خودش میکنه و در واقع استقلال تیم رو به خطر میندازه و میره نیروهاشو و خودش رو به زحمت میندازه و وظایف دیگران رو انجام میده برای اینکه خودش رو نشون میده این فرد میره یک سری افراد رو تو کارگاه شناسایی میکنه سرپرست کارگاه بچه های اجرا اینا مثلا نفوذ دارن نسبت به کسی که اون بالا نشسته و یک سری کارهای عجیب قریب میکنن مثلا به نیروش میگه که برو جا نوار خطر بزن اون چاه چرا بازه اجرا کار کرده اجرا باید اون چاه رو حالا ما در پوش هم درست کردیم در رو بذاره چرا تو نذاشتی اونو این فنس چرا اینجاش بازه تو باید این فنس رو ببندی این کانکس اینجا جاش درست نیست اینو بچه های ایمنی بیان بگیرن بزن بذارن اومد این بشگاه ها چرا اینجاست این سطل آشقال چرا اینجاست این کانال چرا پر نکردن چرا فشار نیووردید؟ در صورتی که اینها همه وظایف بچه های اجراست و شما باید به عنوان یک ناظر کار بکنید اشکالی نداره یه وقتی از شرایط فرسه و کسی هم نیست شما یه کاری رو انجام میدید ولی وظیفتون نیست در صورتی که این مدیر که دچار وادادگی سیستمی شده اومده این رو تبدیل به وظیفه کرده وقتی تبدیل به وظیفه کنی یعنی چی؟ یعنی این که دیگه مسئول اجرا و دوستان اجرا که باید این کار انجام بدن وظیفه شما میدونن و از فردا را به را را میفتن تو کارگاه و از شما طلب کارن و هر روز این فرایند تکرار میشه به جایی میرسه که دیگه باید به جای لباس ایمنی یه لباس کارگری بپوشی و پشت اجرا شروع کنه به کار و شما بیای و در واقع اون نواقص اونها رو اصلاح کنید اگر این شرایط هست واقعا متاسفم برای اون مدیران و در رابطهش باز در پست های بعدی صحبت میکنم و دیدم زیادم دیدم و معمولا دو تا عاملم بیشتر نداره یا اینکه نفر سواد کافی نداره و فقط میخواد در اون جایگاه مدیریت نگهش دارن و جرأت این رو نداره که ریسک بکنه به خاطر اینکه اگر از اونجا بندازنش بیرون دیگه اون مدیر نیست و ازش استفاده نمیکنن مورد بعدی اینه که ممکنه رشتهش این نباشه و این در واقع داره تلاش میکنه که جایگاه خودش رو یا حفظ کنه یا بره یک جایگاه بهتری بگیره و معمولا در سیستم هایی که خاصیت مچگیری یا سیستم هایی که مقصر محور هستند، این پدیده وادادگی سیستمی بروز میکنه حالا اینکه چطوری باهاش برخورد کنیم و چطوری وقتی وارد یه سیستمی میشیم که درگیر ای وادادگیه و مدیر قبلی اومده و واداده حالا شما در اون سیستم قرار میگیرید و میخواین درستش کنید این رو انشالله در پست های بعد براتون کامل توضیح میدم امیدوارم که عالی باشه